تعدادی ایمیل رسیده در ارتباط با مسائل رفراندوم در زمان مصدق، مطالبی است که بله در برنامه گذشته درباره‌اش صحبت کردید. اگه موافق باشید پیش از اون که جناب مهری وارد این بحث بشید، یک ایمیل دیگری امروز بامداد به من رسید که من این رو برای شما نفرستادم و پرسشی است که دیدم در ذهن خیلی ها است و شنیدم در یکی از این تلویزیون ها، بازم سرکرده یکی از این شخصیت های سوداگر تاریخ دوباره پیدا شده پس از مدتی بیعت کبرا یا صغرا، و دوباره ایشون از این صحبت ها می کنن که 25 مرداد کودتا بوده ولی 28 مرداد کودتا نبوده، و دوستانی هم از راه ایمیل یا تلفن از من خواستن که به این موضوع فقط گریزی بزنم، حتما در برنامه دیگری به این به درازا خواهم پرداخت. ببینید جناب مهری، در پاسخ به این نوع داستان سرایی ها باید گفت که ماجرای برانداختن دولت دکتر محمد مصدق بازی فوتبال نبوده که دی بیایند امروز مانند مربی یا مانند کسانی که پس از بازی داوری میکنند بنشینند و ببینند که آیا فلان گل آفساید بوده یا نبوده. این که 25 مرداد کودتا بوده ولی 28 مرداد کودتا نبوده یه بحث فنی است، یه بحث تکنیکی است، موضوع رو فراموش کردن و موضوع رو دارن منحرف میکنن کسانی و تصور میکنن که میتوان با تاریخ بازی کرد. یک دولتی در ایران برای اجرای طرح ملی شدن صنعت نفت به قدرت رسیده. فراموش نکنید که دکتر محمد مصدق هنگامی که نخست وزیری رو پذیرفت و کابینه خودش رو و برنامه خودش رو به مجلس 16 ارائه داد، اعلام کرد که دو برنامه بیشتر نداره. یکی اجرای طرح ملی شدن صنعت نفت که در آخرین روز سال 1329 چند ماه پیش از آغاز نخست وزیری رو به تصویب رسیده بود، مجلس به اتفاق آرا اون طرح رو تصویب کرده بود، یعنی همه مجلسیان اون رو تصویب کرده بودن و در همان روز به شاه هم بر اون دستینه نهاده بود یا به عبارت قانونیش توشیح کرده بود، پذیرفت که برای اجرای طرح ملی کردن صنعت نفت در ایران نخست وزیر بشود، و دومی مسئولیتی که برای خودش پذیرفت اصلاح قانون انتخابات بود که بتوانند کاری بکنند که انتخابات از این کارهای تقلب و دخالت و چیزهای از این دست تا حدودی آزاد بشود و به راستی ایران در شاهراه دموکراسی انتخاباتی گام بردارد. در زمینه نخست بزرگترین دشمن مصدق شرکت نفت ایران انگلیس بود که از همان فردای آغاز نخست وزیری محمد مصدق برنامه برای براندازی او تنظیم کردند و خانم لمتون کسی بود که تئوریسین و نظریه پرداز چگونگی براندازی مصدق بود، یکی از کسانی که در دوران اشاره کردیم در دوران جنگ کسانی از سوی دولت بریتانیا به عنوان کارشناس به ایران آمده بودند، یکی از اونها خانم لمتون بود که در اون دوران پیش از نخست وزیری مصدق خیلی پیش از اون به عنوان یک وابسته یا رایزن مطبوعاتی روزنامه‌ای در سفارت بریتانیا در ایران کار میکرد و آدم بسیار آگاهی به مسائل ایران بود، زبان فارسی رو شاید از بیشتر ایرانیان بهتر میدانست، با فرهنگ ایران آشنا بود، با تاریخ ایران آشنا بود، حتی با گویش‌های ایرانی غیر فارسی آشنا بود و در دانشگاه برجسته بلندی در انگلستان درس میداد در مورد مسائل مربوط به ایران. اوست که نخستین هشدار و نخستین راهکار رو برای براندازی مصدق نشان داد و گفت مصدق رو باید از پایین انداخت نه از بالا، یعنی باید مجلس رو به سوی خود کشان، باید بازاریان رو جلب کرد، باید روحانیان رو به سوی خود کشان، و به سفارش خانم لمتون بود که آقای زینر که او هم مدرسی بود در زمینه، یعنی آشنا بود با مذاهب شرقی و آشنا بود با زبان فارسی و اصلا چیره بود بر زبان فارسی، برای براندازی مصدق، برای سرپرستی پروژه براندازی مصدق از سوی MI6 یا دستگاه اینتلیجنس سرویس انگلستان وارد ایران شد و پروژه آغاز شد.
پروژه‌ای که در هفته به گفته بزرگترین مقامات امنیتی بریتانیا که در این باره یادمانده هایی از اونها در دست هست یا با اونها گفتگو شده، هفته 10,000 پوند در میان نمایندگان مجلس و خبرنگاران و نخبگان ایرانی پخش می‌کردن. هفته 10,000 پوند برای سورس کردن دولت مصدق و این افزایش هم پیدا کرد. بنابراین این که تصور بشود که 25 مرداد کودتا بوده ولی 28 مرداد یک شب نشینی و مهمانی میهنی بوده که در اون مردم جمع شدن و مصدق رو داوطلبانه برانداختن، به راستی یک شوخی است و اینو نباید جدی گرفت و اصلا نباید وارد این بحث فنی شد، برای که دو دولت بزرگ جهان، در آغاز یکی از این دو دولت بریتانیا و سپس در میانه کار دولت ایالات متحده آمریکا که نیرومندترین کشور جهان پس از جنگ جهانی دوم بوده، با هم همپیمان می شوند که یک دولتی رو در ایران براندازند. تصور این که اونها نخواهند توانست دولت مصدق رو براندازند در دورانی که ازش صحبت می کنیم محال هست. اگر هم 25 مرداد موفق نشود و گیرم که 28 مرداد هم شکست می‌خورد، 28 شهریوری روی می‌داد، 28 آذری روی می‌داد، 28 اسفندی روی می‌داد و سرانجام مصدق رو برمی‌انداختند. تصور این که دولت مصدق می‌توانست در برابر فشار مشترک دو دولت بسیار بسیار نیرومند جهان همراه با نیروهای درونی که علیه او با این دولت‌ها متفق شده بودند، متحد شده بودند، مقاومت بکنه و شاید بتواند یک دولت ملی رو سرپا نگه دارد، به ویژه این که نفت ایران خریده نمی‌شد یا باریکه‌ای از نفت در کشورهای دیگر جاری بود از نفت ایران و درآمد دولت بسیار بسیار اندک بود و کوشش‌های فراوانی برای افزایش نارضایتی در میان مردم انجام داده بودند و در جدا کردن کسانی مانند کاشانی، مکی، بقایی و دیگران هم از مصدق موفق شده بودند. و بنابراین تصور این که خب 28 مرداد کودتا نبود، 25 مرداد کودتا بود و دومی رو قیام ملی بخوانیم و اولی رو در واقع کودتا، یک بازی کودکانه با واژه هاست که با خرد، با پژوهشگری، با نگاه درست به تاریخ نمیخواند. و گفتم مانند نگاه به بازی فوتبال در هفته های پس از انجام بازی است که بله فلان گل درست نبود چون آفساید بود، اون یکی گل درست بود که آفساید نبود. اینها رو باید گذاشت کنار و پذیرفت که دولت مصدق رو کوشش مشترک دو دولت بزرگ جهان و نیروهای متحد اونها در ایران از پای در آوردن و در این میانه بیگمان خود مصدق هم دچار اشتباهایی شد و بیگمان بسیاری از خود ایرانیان هم با اونها همکاری کردند. ممنونم آقای امینی. در میان این ایمیل هایی که رسیده، در واقع فقط یک ایمیل است که در یک خط مطلبش رو گفته، بقیه در یک صفحه و دو صفحه با حروف ریز. با وجود اجازه بخوندن اونها زید شاید شما بتوانید. بله من انتخاب کردم. بله بله. اولین پرسش این است: با عرض سلام و ارادت، لطفاً بفرمایید که علت اصلی که دکتر مصدق مجلس را منحل کرد چه بود؟ که البته این جواب شما خیلی دادید. این بسیار پرسش مهمیست. با احترام سعید. اگه جا بدین یک توسه دیگرم، یک همیهن دیگر به نام خسرو در دو صفحه کامل با حروف ریز مطالبی نوشته، من یک دوزشو میخونم. اول اینکه در کشورهای قانونمند و دموکراتیک رفراندوم تنها در کادر مدون در قانون مجاز و معتبر است. مثلا در کشوری که شما در آن زندگی میکنید، منظورشون آمریکاست، نمیتوان کنگره را صرفا بر اساس رأی مردم منحل کرد یا رئیس جمهوری رو با رأی مردم عزل کرد. چیز دیگری که پرسیدن این است که دکتر مصدق یا هر نخست وزیر دیگری میتوانست مجلس را منحل کند و از تشکیل مجلس بعدی جلوگیری کرده مادام العمر حکومت کند. در چنان شرایطی اگر شاه
اجازه عزل نخست وزیر را در فترت مجلس نداشته باشد، چگونه میتوان چنان نخست وزیر متخلفی را قانوناً برگزار کرد؟ سوال دیگر این است که روش و نتایج رفراندوم دولت دکتر مصدق برای انحلال مجلس غیر دموکراتیک و مظنون به نظر میرسد. یه سوال دیگه باز از همین نامه بلند میگم و آن این است که دکتر فاطمی بارها در نطق‌های بهارستانی خودش از برپایی جمهوری گفته بود و سخنان بسیار تندی علیه شاه بر زبان آورده بود. ایشان جزو دولت دکتر مصدق بودند. تصور این که وزیر امور خارجه دولتی قانونمند و دموکراتیک سخن از تغییر رژیم بزند و شاه را آنگونه تهدید کند ناممکن است و دکتر مصدق با این نوع عملیات از جمله فرو افکندن مجسمه های شاه مخالفتی نورزید. بسیاری از نکاتی که این همیهن گرامی گفتند گرفته شده از افسانه هایی است که در این سالها روان شده و از سوی برخی ها پذیرفته شده هم هست. فاطمی یک سخنرانی در بهارستان در این باره کرده و بهایی هم مصدق به این نداده. واقعیت این است که دکتر محمد مصدق در پس از اینکه معلوم شد شاه ایران رو ترک کرده، چون میدونید نمیدونستن که شاه از ایران رفته و بر این باور بودن که شاه هنوز در رامسر هست، هنگامی که در شامگاه 25 مرداد اون فرمان برکناری مصدق رو رساندن، مصدق در روز بعد میخواست با شاه تماس بگیره و در بامداد روز 26 مرداد است که مصدق دریافت که شاه ایران رو ترک کرده. واقعیت این است که شاه پس از اینکه خبر رسید که اون هم رشیدیان به اطلاع از راه CIA و اینتلیجنس سرویس، دستگاهی که داشتن، اون بیستیمی که درست کرده بودن برای خبر رسانی، به شاه اطلاع دادن که کودتا شکست خورده، کودتای 25 مرداد، و شاه در رامسر رو به قصد بغداد با هواپیمای کوچکی ترک کرد و به بغداد رفت. در اون زمان مصدق هرگز در سودای جمهوری نبود. این که آقای فاطمی چه گفته باشند سیاست دولت آقای مصدق رو تعیین نمی کنه. من هم فکر می کنم که دکتر فاطمی در این زمینه دچار تندروی شده و سیاستی رو که تا حدودی حتی توده‌ای ها علاقه‌مند به اون بودن رو به نادرست تکرار کرده. البته مرد بسیار بسیار شریفی فاطمی بوده و جان خودش رو هم در راه وفاداری به میهندوستی خودش از دست داده، ولی در اون زمان شاید هم به دلیل رفتاری که با همسر او و خانواده او در همون شامگاه 25 مرداد از سوی یاران نصیری شده بود که اونها رو دستگیر کرده بودن، چنین واکنش تندی رو در روزهای 26 و 27 مرداد از خودش نشان داد. ولی مصدق در این سودا نبود. دکتر صدیقی میگوید که در بامداد روز 28 مرداد مصدق به آگاهی او که وزیر کشور بود رسان که به فرمانداری های یا نمایندگی های وزارت کشور فرمانداری ها ابلاغ بکنند که در سودای برگزاری یک رفراندوم برای تشکیل شورای سلطنت باشند، چون باید یک شورای سلطنت به وجود می آمد. بنابراین دکتر مصدق در سودای برکناری پادشاهی در ایران به هیچ روی نبود، چه بسا کسانی بودند. ولی از میان نزدیکترین یاران مصدق، دکتر شایگان، صدیقی و دیگران، هیچ کس در سودای جمهوری در اون هنگام نبود و یادمانده هایی که از کسانی باقی مانده، از مانند کسانی مانند حسیبی، مانند حقشناس، زیرکزاده و دیگران، گواهی بر این است که اونها هم در سودای جمهوری نبودند و در ادامه کار هم جبهه ملی تا آستانه انقلاب 57 نشان داد که اندیشه چیره بر جبهه ملی مشروطه پادشاهی بوده. بنابراین این که در اینجا و اونجا کسانی چنین کارهایی کرده باشند، این رو به حساب خود مصدق و دولت او نمیتوان نوشت. امروز از اسناد CIA و گزارش ویلبر آشکار است که برخی از مجسمه اندازی ها در دست مشترک آدم های پروکاتور
CIA و اینتلیجنس سرویس انگلستان همراه با تندروهای حزب توده بوده و اونها چنین کاری رو در روز 27 مرداد انجام میدن و در شامگاه 27 مرداد سرکوب میکنن این کار رو و مصدق و آگاهی سفیر آمریکا در ایران میرسانن در همون شامگاه 27 مرداد که این کارها رو محکوم میکنه و در مقابل این کارها ایستادگی خواهد کرد. گزارش سفیر که در ده شب 27 مرداد از سفارت ایران به وزارت امور خارجه تلگراف شده، تلگراف رمز شده و امروز در دست ماست و در ایران هم دوستان اینها رو همه اینها رو به فارسی برگرداندن، گواهی بر این است که او هم فکر میکرده که مصدق در برابر چنین نیروهای ایستادگی خواهد کرد. شاید هم سفر رفتن دیدار آقای سفیر که رفته بوده ظاهرا برای تعطیلی ولی برای اینکه اگر کودتا شکست خورد خودش رو بی‌طرف نشان بدهد در بیروت میرود و از راه بیروت به ایران باز میگردد، شاید هم برای این بوده که بداند که در روز 28 مرداد مقاومتی در برابر برنامه اونها انجام نخواهد شد. ولی به هر روی تردیدی در این نیست که در اون دوران پر از تشنج در بین در روزهای 26 27 مرداد کارهای نادرستی هم انجام شده. این رو نمیتوان برش خورده گرفت که در اون دوران همه چیز در دست دولت نبوده و شاید رشته کار از دست دولت مصدق در زمینه‌هایی رها شده بوده و واقعیت هم این هست که معلوم نبوده چه روی خواهد داد. فضای تهران فضای کودتا بوده و همه انتظار داشتن که به دنبال شکست کودتا در 25 شب 25 مرداد و اعلامیه‌ای که در روز 26 مرداد برای انحلال مجلس پخش می‌شود واکنش دیگری هم روی بدهد و در نتیجه در اون دو سه روز پر از تب و تاب روشن بوده که کار از دست رها شده و واکنش‌هایی که کسان مختلفی از جمله فاطمی می‌کردند حساب شده و با برنامه دقیق دولت مصدق نبوده. به راستی باید گفت که با 25 مرداد تقریبا تاریخ مصرف دولت مصدق دیگه به پایان رسیده، دیگه از کودتا نمیتوانستن جلوگیری بکنن، فرو افتادن این دولت تقریبا قطعی بوده مگر اینکه یک جنبش نیرومند انقلابی یا رادیکالی در سرتاسر کشور روی میداده که مصدق اصلا مرد این کار نبوده، علاقمند به این کار نبوده. اینجا مرد رو به عنوان مثبت استفاده می کنم. نوع رفتار مصدق این نوع کارهای انقلابی شورشی نبوده و علاقمند به این نبوده که مثلا حزب توده از این امکانات خودش استفاده بکنه و دولت او رو نجات بدهد. و این است که می توان گفت که سرنوشت دولت مصدق در اون روزها سرنوشت شکست بدون بازگشت هست، یعنی راهی برای جلوگیری از کودتای بعدی وجود نداره و تقریبا میتوان گفت که این دولت زندگیش به پایان رسیده. آقای امینی من البته ببخشید اینجا یه نکته را خدمتتون بگم چون اشاره کردن این همیهن و پرسش پیشین در مجلس مؤسسان سال 1328 تمام اختیار انحلال دو مجلس همزمان و یا یکایک به شخص پادشاه داده شد. پادشاه از راه‌های گوناگونی می‌توانست مصدق رو برکنار کنه، نیازی به فرمان و کودتا نبود. اجازه بدید چند نمونه رو خدمتتون بگم. اصل 48 متمم قانون اساسی رو که تغییر داده بودن در این زمان، اصول 27 و 28 و 29 قانون اساسی، نه متمم قانون اساسی، اصل قانون اساسی، اصول 27 و 28 و 29 قانون اساسی به مجلس پروانه می‌داد که در هر کجا، این عین عبارته، هر جا نقصی در قوانین یا مسامحی در اجرای آن ملاحظه کند از نخست وزیر و هر یک از وزیران او توضیحات لازمه را بخواهد و هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که به صحه همایونی رسیده است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است، مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی یعنی تقاضا کند. یعنی این مجلسی که مخالف مصدق بوده اگر به راستی می‌خواست از راه قانونی مصدق رو برکنار کنه می‌توانسته بر پایه اصول 27 28 و 29 قانون اساسی از شاه درخواست کنه که مصدق رو عزل کنه و قانونی می‌بوده.
یعنی درخواست مجلس رأی عملاً رأی عدم اعتماد مجلس، حتی نیازی هم به رأی عدم اعتماد نیست، یعنی رأی میگرفتن که اعلی حضرت این وزیر رو یا این نخست وزیر رو از کار برکنار بکنه و شاه میتوانسته مصدق رو نه تنها از کار برکنار بکنه بلکه بر پایه اصل 48 متمم قانون اساسی که دگرگون شده بود در سال 1328 محمد رضا شاه این حق قانونی داشته که هر دو مجلس رو همزمان منحل بکنه و اعلام انتخابات بکنه و مصدق به ناچار استعفا بدهد و یک نخست وزیر موقت مانند همان نمونه‌ای که قوام السلطنه فرمان نخست وزیری گرفت در 26 پس از استعفای مصدق در 26 تیر 1331 میتوانست شاه از راه یعنی قبل از انحلال مجلس یعنی اعلام انتخابات جدید بکنه، نخست وزیر تازه‌ای رو بر بگزینه و مصدق رو کنار بگذاره و این همه راه قانونی در اختیار شاه بود، ولی اونهایی که در سودای برانداختن مصدق بودن نگران بودن که بار دیگر سیتی در ایران تکرار بشود و نتوانند از عهده این کار بر بیایند و شاید هم در انتخابات دوره جدید اکثریت با نمایندگان هوادار مصدق باشد. این است که میخواستن کار رو یکسره بکنن. بنابراین در برابر محمد رضا شاه امکان حقوقی و قانونی وجود داشت. اما شگفتی در این است که از اردیبهشت ماه سال 1332 تا 28 مرداد 1332 یا 25 باید بگویم چون در اون روز دیگه شاه در ایران نبود، در تمام این دوران نشانی از دیدار محمد رضا شاه با حقوقدانان کشور رهیافت چگونگی برکناری قانونی مصدق در میان نیست. نمونه ما در دست نداریم که تقی‌زاده که رئیس مجلس سنا بود به کاخ رفته باشد و با شاه درباره چگونگی برکناری قانونی مصدق مذاکره کرده باشد، یا حقوقدانان دیگر یا نمایندگان مجلس در این زمینه گفتگو کرده باشند. جالب اینجاست که هنگامی که فرمان برکناری مصدق و فرمان نخست وزیری زاهدی همزمان از رامسر به تهران از راه نصیری از راه رامسر به تهران میرسد، اسنادی که از جمله خاطرات خود آقای اردشیر زاهدی است، پسرش فضل الله زاهدی است، میگوید که بلافاصله پس از رسیدن فرمان پدر من تشکیل جلسه داد و گروهی از نمایندگان مجلس و گروهی از افسران رو گرد آورد و این فرمان ها رو به اونها نشون داد. این فرمان ها سه روز پیش از رسیدن به خانه مصدق به دست اونها رسیده. بنابراین اونها کسانی که گرد آوردن برای تدارک براندازی مصدق بوده و در نتیجه این پروژه اون پروژه به اصطلاح قانونی نیست که بتوان اسم اون رو یک برکناری قانونی یک نخست وزیر نهاد. برای این کار شاه امکاناتی در اختیار داشت و میتوانست از این امکانات بهره بگیره و شاید صدق به رود نمی آمد و یکی از اونها برگزاری انتخابات. ممنونم آقای امینی. من میخواستم وقت بگم که در یک جای خوندم که ظاهراً توده‌ای‌ها و کسان دیگری پیش مصدق میرن در آخرین روزها و تقاضای اسلحه میکنن برای دفاع از حکومت مصدق و مصدق بهشون میگه من به شما اسلحه بدم که همدیگر رو بکشین. بعضی از اینا افسانه است، بیشترش افسانه است. از جمله خاطرات آقای کیانوری که میگوید در نیمروز 28 مرداد خانم همسر من، چون میدونید که خیشاوند مصدق بوده، به خانه مصدق زنگ زد، با همسر مصدق صحبت کرد. از این لحاظ دروغ هستش که همسر مصدق پس از ماجرای 25 مرداد خیلی پیش از رویداد 28 مرداد خانه که در واقع نخست وزیری هم در اونجا قرار داشته رو ترک کرده بوده و تلفنی اصلا در کار نبوده، تلفن رو کودتاچیان قطع کرده بودن. این افسانه هایی است که کیانوری و دیگران برای نشان دادن وفاداری خودشون اعلام کردن. بله، این خاطرات دیگران نشان میداد که هیچ گفتگویی در درون حزب برای یاری رساندن به مصدق وجود نداشته، مصدق هم در سودای گرفتن کمک از حزب نبوده. فراموش نکنید استالین درگذشته بوده، بحران در اتحاد جماهیر شوروی بوده و حزب توده یتیم شده بوده در این دوران، روشن نبوده که چه کار باید در مقابل مصدق انجام دهد.
فراموش هم نکنیم که برای دست کم در دوره 27 ماه نخست وزیری مصدق 25 ماه حزب توده مصدق رو نوکر امپریالیسم و نوکر پیر کفتار استعمار و چیزهای از این دست خوانده بوده و بنابراین نمیتوانسته یک باره عابد و زاهد بشود و در روز 28 مرداد اسلحه برای دفاع از دولت مصدق در دست بگیرد. اینها افسانه هایی است که بعدها ساختن برای اینکه خودشان را در این زمینه ها بیگناه نشان بدهند. این شبیه جناب بوهری چون فرمودید شبیه همون کاری است که آقای کاشانی کرده. بله. شما میدونید که میخواستم همینو مطرح کنم. بفرمایید شما. نه خود شما دارین میگید ولی دو دقیقه وقت دارین. دو دقیقه. باشه. دو دقیقه وقت دارین؟ بله بله. بیشتر وقت دارین. نه میگن 4 دقیقه. خانم غزالی به ما کمک میکنه یه چند دقیقه بیشتر توضیح بدیم. میگن 4 دقیقه. بله ببینید جناب مهری در 1358 پس از انقلاب 57 در سال 1358 برخی از یاران آیت الله خمینی و خانواده کاشانی و نزدیکان به آقای بقائی یک سندی رو منتشر کردند که گفتن تا به حال این سند رو آقای دکتر سالمی در آلمان پزشک نوه آقای کاشانی این رو نگه داشتن و حالا این رو رو میکنن. حالا اینکه چرا پیشتر آقای سالمی که در آلمان زندگی میکردن و از گزند حکومت در ایران برکنار بودن چرا این سند رو پیشتر رو نکردن بمانند. سندی رو میکنن که گویا نامه ایست از سوی کاشانی به خط کاشانی به مصدق و شب در شامگاه 27 مرداد سالمی ادعا میکند که من این نامه رو بردم و به مصدق دادم و او رسید به من داد. در این نامه کاشانی به مصدق گفته که کودتایی در پیش است و شما حرف من رو گوش کنید و بیایید و با هم از کودتا جلوگیری بکنید. اولا کاشانی نیازی به اجازه از سوی مصدق نداشته که بخواد از این کودتا جلوگیری بکنه. دو دیگر این که این نامه جناب افشار زنده یاد افشار که در این زمینه بسیار بسیار دقیق بودن مستند نشان دادن که این نامه جعلی است. ایرج افشار برای اینکه این نامه مثلا کاما درش داره که اصلا در نوشتار یک آخوندی در سال 1332 کاما گذاری رسم نبوده، حتی در آخوندهای امروز هم رسمی چه برسه اون زمان. سومی که اصل این سند که فوتوکپی کرده عکاسی گرفته آقای سالمی میگوید در عکاسخانه یکی از داماد آقای کاشانی میگوید در دست ایشانه. خب این رو اگر در اختیار یک آدم فنی قرار بدهن از روی نوع کاغذ این فوتوکپی، چون دو تا مؤسسه بیشتر در دنیا این کاغذ رو تولید نمی کردن در اون دوران، از روی نوع این کاغذ یک متخصص می تواند بگوید که این فوتوکپی در سال 1358 گرفته شده یا در سال 1332. خیلی ساده است، شاید بیشتر از یک روز وقت نگیره. آقای سالمی تا به امروز اصل این فوتوکپی رو، عکسی رو که در عکاسخانه مهتاب گرفتن، این رو در اختیار هیچ کس قرار نداده. برامان این دروغ میگوین. اما از همه اینها مهمتره، میگوین که مصدق پاسخی داده به این نامه. این پاسخ رو هم آقای سالمی چاپ کرده. پاسخ ماشین شده است، چون خط مصدق رو نمیتونستن جعل کنن، خط کاشانی رو میتونستن. یه مصدق به جایی که با دستخط بنویسد که دریافت کردم پاسخ داده، گفته این جانب 27 مرداد مرحومه حضرت آقا وسیله آقا حسن آقا سالمی زیارت شد، سه تا آقا. این جانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم و سلام دکتر محمد مصدق. ولی اینهایی که این رو ماشین کردن جناب مهری، مستظهر رو مستحضر ماشین کردن که ما واژه‌ای به این عنوان در زبان عربی نداریم. مستظهر یعنی کسی که پشت چیزی داده، میگوید که من ملت پشت و پناه من است. این که مصدق بر یک ماشین شده یک دو خطی که منشی آورده و این خوانده، این غلط رو آدمی مانند مصدق قوام السلطنه آدم های اون نسل این اشتباه رو نبینه و این نامه رو پاره نکنه و به منشی نگوید که برو بی سواد نامه تازه بنویس، تصور نیست. این بی سواد هایی که این رو ماشین کردن نمیدانستن که مستظهر است و نه مستحضر. اما از همه این ها مهمتر، این رو بگویم و صحبتم رو پایان بدم،
مصاحبه ایست که آقای کاشانی در روز 29 مرداد درخواست اعدام کرده؟ بله بله. این مصاحبه رو با ناصرالدین نشار شویبی خبرنگار اعزامی روزنامه اخبارالیوم قاهره کرده یا بیروت، میگوید که میگه همه رو محکوم میکنه، میگوید قبل از اینکه من با مصدق مخالفت کنم ملت با او بود، ولی پس از اینکه من با او مخالفت پرداختم ملت از دو رو پراکنده شد. مصدق در زندان هست الان، در زندان زرهی است. میگوید که طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهاد خیانت کند مرگ است. و این آدمی که در نیمروز 29 مرداد این سخنان گفته، ادعا میکنند که در شامگاه 28 مرداد از این خائن به منافع مملکت خواسته که بیا با هم جلوی کودتا رو بگیریم. دروغی میشوست. آقای امینی خیلی ممنون، ببخشید که با سوالهای پیگردی شما رو خسته کردیم. ممنونم ازتون، موفق باشید و سپاسگزار همیهنانی که به این برنامه توجه می‌فرمایند.